با خبر خوش آمدید در این برنامه حاکمیت قانون شکننده و معرفی لوی سارنوال تازه سرپرست و نامزد لوی سارنوالی آغاز بکار کرد در فساد پاولند جدی مبارزه او در اداری فساد مجرمینو په حق در هر راز مسلحتی چلند سخه کول زبیه الله کلیم ماستری از امریکا دارد و پیش از این رئیس عمومی قضایای دولت در وزارت عدلیه و رئیس یکی از ریاست های امنیت ملی بود نام خدا و درود بر شما زبیه الله کلیم به حیث سرپرست و نامزد لوی سارنوالی کشور معرفی شد معاون دوم رئیس جمهور هنگام معرفی آقای کلیم از لوی سارنوالی می خواهد که به فشارهای زورمندان و پولداران تن ندهد و نیز برای تأمین عدالت به گونه جدی با فساد مبارزه کند اما لوی سارنوالی پیشین افغانستان چگونه کارنامه از خود به جا گذاشته است و اولویت های لوی سارنوال تازه چیستند برای بحث بیشتر در این باره آقای جمشیدی رسولی سخنگوی لوی سارنوالی کشور و آقای عبدالصبحان مسبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان اینجا در استودیو با ما هستند خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه آقای صبحان با شما آغاز بکنیم آقای مسبا ببخشید پنج سال گذشته لوی سارنوالی افغانستان جدای این که کی لوی سارنوال بوده یا نبوده یک دوره موفق بود یا یک دوره ناکام بسیار تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما رسولیت محترم و بیننده های محترم تلویزیون خب بداری محترم لوی سارنوالی یک نهاد بسیار مهم در تأمین عدالت است ولو که اگر کار هم بکنه بسنده نیست نسبت به ای که در کل ما در نظام مشکل داریم لوی سارنوال قبلی تا جایی که ما در جریان بودیم فعالیت هایی را کردن اصلاحات را تا یک حد آوردن از لحاظ کمیت قذایای زیاد تحت تعقیب عدلی قرار گرفت در داخل لوی چارانوالی یک سلسله فعالیت های را کردن که رسولی سای بست اینا میشه که بیشتر تشریح بکنه اما از لحاظ کیفیت و از لحاظ اونمو تعریف اصلی حاکمیت قانون که به طور مطلق و یکسان باشه و از لحاظ یک سلسله مداخلات بگوییم یا به هر حالت یک سلسله مشکلات را ما حس میکردیم در مجریان که در بعضی از قضایا مثلا گرچه رسولی صاحب بیشتر مسائل میشه اینا تشریح بتن در بعضی از قضایایی که مقامات بلند رتبه مسئول بودن متهم بودند، چه رقم با اونا برخورد شده اینی مسئله برای ما مهم است چرا که کمیت بالای کیفیت بالای کمیت تاثیر میکنه یعنی به هزارها قضیه پیش رفته سالانه حدود سی هزار چل هزار قضیه اما د ای جم اګرچند قذیه که, که باز د او عدالت به شکل درست تعمین نشه اوره متأثر میسازه و ساخته هم اینی مواردی بود که یعنی در کل کارکردهای کار خوب بود شخصا خودم چندین بار از اداره محترم سارنوالی دیدن کردم و کارایی بود که قابلیت تحسین را داشت تشکر خوی رسولی سه کاری که لوی سارنوالی اداره لوی سارنوالی میتونه برش افتخار بکنه در دوره گذشته دوره آقای فرید حمیدی چی هستن تشکر من به خود سلام عرض دارم حضور شما جناب مصباس میمان برنامه و همچنان بین های نایت محترم بسیار سوال خوب را انجام شما پرسیدین کارهای بسیار زیادی در دوران قبلی صورت گرفته و هیچ کس نمیتونه از او چیم پوشی بکنه موارد شخص اگر من خدمت شما عرض بکنم افزایش حضور زنان و رعایت اصل مشارکت و اصل شایسته سالاری در استخدام سارنوالا بررسی قضایا به گونه شفاف و عادلانه و در این زمان ایجاد هماهنگی با ادارات مرتبط به منظور رستگی به قضایا البته اقدامات کلانی هم در راستای اصلاح داره هم در راستای مبارزه با فساد و هم در قسمت هماهنگی بین ادارات صورت گرفته خب البته مشکلات افغانستان به حدی بوده که همیشه و همواره تاکید صورت گرفته از جانب رهبری سارنوالی کارایی که صورت گرفته بسنده و کافی نیست در صحیح. این زمان کارای ارزشمند و قابل ملاحظه است اما ما باید تلاش بیشتر بکنیم تا کارا با بخش دوم حرف شما موافق نیست بررسی ها جانب دارانه بوده در برخی موارد امنیت عدالت تامین نشده پرونده های کلان نهایی نشدن من یک لیستی از پرونده ها را دارم میشه نام بگیرم و برخوردم در برخ موارد سیاسی بوده خب دو مسئله را باید یکی برخی موارد است یکی هم ما نمیتونیم که اگر بیم در کرسی قضاوت بشینیم باز یک یا دو مورد او را بتیم نسبت به صدها و هزاران مورد دیگه که انجام یافته ما سالانه نزدیک به 50 هزار قضیه یا بیش از 40 هزار قضیه جنایی را در بخش های مختلف از سر افغانستان بررسی میکنیم در دوران قبلی, قبلی در دوران کاری آقای امیدی هیچ کس نمیتونه افزایش تستسی مردم نسبت به عدالت ها. افزایش حضور زنان در نهاد عدلی قضایی را بخش ارتقای ظرفیت با ساختن یه داره را بر تمام نهادایی که درست. اونا میخواستن با سارنوالی افغانستان کار بکنن ایره نادیده بگیره اما کوچک بوده میگن پرونده هایی که بررسی شده و برش رسیدگی شده من میخوایم خدمت شما عرض کنم درست. من من نمیفهم که میار بزرگی یا کوچکی به شما چی خواد بود اما آنچه که برای ما قابل ارزش است جرم است هر موردی که تخطی باشه تخلف باشه یا مورد جرمی باشه که ده او حق یک کسی آزادی یک کسی مال یک کسی آبروی یک کسی یا از منافع خط خدشدار شود بر ما او جرم است اما اگر شما از نظر موقف یا نفوذ اشخاص افراد چیزی که متاسفانه در گذشته ها به یک فرهنگ در افغانستان تبدیل شد بس بکنین ما شاید محاکمه وزرا بله. در این دوره بودیم شاید بزرگی جرم ای باشه آقای یا پرونده ها آقای رسولی که یک کسی فساد کرده یک پولی بسیار نا گرفته در یک اداره موقفش پایین بوده یا یک کسی که یک پرونده کلان فساد داره کابل بانک شهرسازی و وزارت آقای پایکار متهم شد که میلیون ها دلار جایداد خریده در ترکیه و اینا ممنوع خروج شد این پرونده ها باز با پرونده یک مامور پایین رتبه که مثلا 50 هزار افغانی گرفته یا به فساد متهم است متفاوت است جایگاهشان و خود پرونده و جرمی که انجام شده فرمودی شما کاملا دقیق است یکی بحث خود افراد است یا اشخاص است که از هر لحاظی که شما میگین که آدم صاحب نفوذ باشه یا صاحب پول باشه یا صاحب قدرت باشه یا صاحب یک منصب باشه از یک طرف دیگه هم اما ارتکاب جرم است یا سقلت خود جرم است یا وجوهی که از, از نظر جرمی حاصل شده است ما میخوایم امیر خدمت شما عرض بکنیم یک نمونه به شما از نظر افراد به یک نمونه هم از طرف وجوه از, از ده لحاظ وجود جرمی میخوایم عرض کنم من, من میخوایم بگویم که در پنج سال گذشته قضی و ذرا موینا، رؤسا، وکلا، شاروالها، شورای ولایتی، کارمندهای ادارات برر، دولتی به صدها قضیه مورد تعقیب قرار گرفته و یک و یک از این قضایا اطلاع رسانی شده وقتی که اطلاع رسانی میشه به معنای شفافیت است قماندانای امنیه جنرالا مورد محاکمه قرار گرفت که شاید شما در تاریخ معاصر افغانستان شاهد چنین اجرات یا اقدامات نبوده باشین از یک طرف و از طرف دیگه از نظر وجود بودیم من خودم به عنوان کسی که در سارمالی افغانستان کار میکنم شاهد بودیم نه تنها کسی که اطلاع رسان بودیم شاهد بررسی قضیه بالاتر از یک میلیارد و هزار افغانی قضیه بالاتر از یک میلیون دلار امریکایی هم بودیم این به این معناست که ظرفیت سازی شد اما ایجاد شد ساختار اصلاح شد اقدامات متعدد و وسیع صورت گرفت تا ما را قادر ساخت که به این برسیم در این زمان انتقادی که بازم به طرف شما مطرح است است که افراد گلچین شده یا برخورد دوگانه بوده برخورد سیاسی بوده حتی سمتی حتی قومی هم حتی زبانی افرادی را که من نامشان دارم و متهم هستن به شما میگم اینا همواره از طرف مردم تاکید بوده که چرا اینا یک بار پایشان به لوی سارنوالی چرا پرونده هایشان هیچ گاه باز نشد؟ دو مسئله است یکی که متاسفانه در افغانستان این قسم که دیگه سیستما مشکل داشته بحث شخصیت کشی افراد هم تا حد زیاد مطرح بوده و کس نمیتونه که از او انکار بکنه شاید هم یک قسمت ای باشه قسمت دوم امیست که ما باید امو زنجیری عدالت که صحبت میکنیم این ای القاها مختلف فداره و این القا صلاحیت ها و مسئولیت های هر کس است وقتی که ما از مبارزه صحبت میکنیم منوزم شما دیدین که سرپرست جدید لوی سارنوالی از مبارزه جدی بالای فساد یاد کرد به این معنا که هنوز هم مشکل وجود داره و ما می که ای مشکل برطرف بسازیم ما هیچ وقت ادعا نکردیم که قطعا مشکل وجود نداره ما گفتیم که اقداماتی که صورت گرفته ای اقدامات یک امیدوار کننده هست و این اقدامات اگر تقویه پیدا بکنه ما را میتونه کمک کنه بس آخر می بعضی اوقات مشکل کلانمی است وقتی که اقدام صورت میگیره اقدام صورت میگیره کسایی که ترس به جانشان می لرزی می که اونا فساد کردین شاید اگر دستگاه قوی شود اشخاص افراد قوی شوند می میتونه به طرخ از اونا هم قانون برسه بعض اوقات اینا میخوان دستیس های را بیاندازن و یا ای که با ای شاییات ادارات زیر سوال ببرن با چرا فکر میکنین معاون دوم رئیس جمهور امروز بحث استقلالیت یا مستقل بودن لوی سارنوالی را مطرح ساخت آیا یک نگرانی حتی در سطح رهبری حکومت موجود است آیا استقلالیت لوی سارنوالی زیر سوال است خب مسئله بسیار مهم که کیفیت پیشبرد کاری یا در کل رسیدگی به عدالت را تضمین میکنه بحث حفظ استقلالیت است امو تعریفی که در ماده 134 برای داری محترم لوی سارنوالی داده شده که او را جز قوه اجرای اول در امورات خود مستقل دانسته یا در کل خصوصا کود جزا و قانون اجرات جزایی که برش امو صلاحیت ها و مواردی که برای سارنوال یا مربوط به قانون صلاحیت و سارنوالی صلاحیت سارنوالی که برش نظر گرفته شده این واقعا یک مسئله بسیار حساس و مهم است از این آهیه فکر میکنم که مشکلات از اول بود در سارنگوالی و خب نقد ما به این معنی نیست که خدا نخواسته اینا کار ننه کار میکنند ولی نقد ما این است که مسئله استقلالت بر از اینا بسیار مهم است خصوصا یک سارنگوال ابتدایی که برش یک دوسیه فرستاده میشه اونا باید استقلالیت را به مسابقه یک امانت من حیث حاکمیت ملی که مکلفیت هر کس است به خصوص سارند محترم او را در نظر بگیره و از استقلالیت استفاده بکنه ما داریم مثال هایش داریم که در قبل اداره محترم سارند والی توسط ارک توسط رئیس جمهور و هم ممکن معاونین رئیس جمهور مثال بسیار کوچکش امی خود دانش سب که صحبت میکنه مسئله علی پور است که اونا تضمین میکنه و بالاخره چی حالت اینجا اصل استقلالیت در تحقیق و اقامه دعوا مسئله بسیار مهم است و ما امید ما از از لوی سارانوالی که بخیر رای اعتماد را از ولسی جرگه بگیره این مسئله هم بسیار مهم است که سرپرستی خدا کنه که مثل سرپرستی ای چهار نفر وزیر و رئیس افغانستان بانک نشه اینا زود امو مشروعیت خود از ولسی به بخیر بگیره و اصل استقلالیت مسئله بسیار مهم است این استقلال چقدر مرتبط است یا ربط داره به افراد یا کسایی که در رهبری لوی سارن والی هستند که زیر, زیر فشار نروند تحت تاثیر قرار نگیرند قانون برشان داده قانون اساسی داده قوانین دیگر برشان استقلال داده و کسی هم ازشان فکر نکنم گرفته بتانه خب بحث در ایرادی سیاسی است و بحث در است که اینا به چی رقم از این صلاحیت که برش داده شده استفاده بکنه مانع اصلا وجود نداره مفکر نمیکنم که هیچ کسی مانع از این شبه به شمول رئیس جمهور مگر که شخص احساس ترس بکنه و یا هم ارادی سیاسی چیزی دیگه باشه و هر حدی که اینا با جرأت و دلیرانه به پیش بره حمایه حقوقی در عقب خود دارند قوانین تضمین کرده آزادی هایش ها، استقلالیتشانه و ارتباط با خود سارانوالی هم داره یک سارانوال که در یک بخش کار میکنه اینا اونا میدانند که خب استقل... مستقل هستند در کارایش بلد. و تا این حدی که... ای که تا چه حد اونا استفاده میکنه او باز با مربوط به با سارانوالی هم است ولی بدون شک نظارت داخلی و کمیسیون هایی که یا مرکز جرایم سنگینی که ایجاد شده در کل فقط به خاطر است که مانع و کسایی که استقلالیت را مراعات نمیکنه درست آقای رسولی معاون دوم رئیس جمهور که خودش یک قانوندان است و بسیار وارد هم است بر مسائل حقوقی و قانونی حاکمیت قانون را از وظایف بسیار کلیدی و اصلی لوی سارنوالی امروز گفت ولی حاکمیت قانون هیچگاهی در افغانستان به گونه کامل و درستش عملی نشده هیچ گای ما حاکمیت قانونی صد درصدی نداشتیم کم از کم بالای 50 درصد هم نداشتیم سارانوالی در این کار موفق بوده تشکر <applause> من فکر می کنم که حاکمیت قانون به اساس یک درجه میتونه مورد ارزیابی قرار بگیره اگر ما بگوییم که حاکمیت قانون 100 فیصد وجود داره به این معنا که هیچ چالش یا هیچ مشکلی باید وجود نداشته باشه چون ما تن از قوانین جزایی صحبت نمی کنیم وقتی که تمام قوانینی که در تمام عرصه به خاطر یک جامعه انسانی وجود داره این تمامش تطبیق شوه و این قانون حاکم باشه به نظر ما دیگه هیچ مشکل وجود نمی داشته. ما در حاکمیت قانون به اساس درجه میتونیم مرزی بکنه شما اگه بین امیال افغانستان ارزیابی بکنید حاکمیت قانون در کابل تا حاکمیت قانون در یک ولایت متفاوت است از لحاظ درجه ما میتونیم بگوییم که حاکمیت قانون تا, تا چه درجه در یک جامعه در اک ساحه حاکم است حاکمیت قانون آ... نهایت یعنی چند تص... پیش آمدیم دمی چند سال اگر بیاییم ارزیابی های نادای بین ببینیم افغانستان خوشبختانه با اقداماتی که روی دست گرفت البته به اساس تطبیق قانون که قانون در عرصه بوده در عرصه مختلف پیشرفت های خوب را شاید بوده آخرین گزارش سازمان شفافیت بین مصداقی ادای ماست اما چیزی که ما میخواییم ارز کنیم این است که آکیمیت قانون مستقیم ارتباط داره با تطبیق قانون درست. ارتباط داره با تامین عدالت ارتباط داره با محفظ استقلالیت که شما پیشتر گفتین به خاطر اینکه که زندگی یا زیست زیر سایه قانون اما بهترین نو زیست است به این بر اندازه ای که قانون حاکم میشه تطبیق قوانین سره میشه زندگی انسانی خوب میشه جامعه میتونه رشد خود به درستش داشته باشه ما تلاش کردیم که حاکمیت قانون ببره به چه شکل ما در ولسوالیایی که ها فعال نبود سارنوالی ها را فعال کردیم حدود افتاد ولسوالی سارنوالی هایش فعال شد این خود به خود دسترسی به عدالت از یک طرف افزایش داد از طرف دگاه حکمیت قانون نبولند برد حمایت رهبری دولت جمهوری افغانستان از نادای اطلی قضایی خود ازی در حکمیت قانون نهایت کمک کرد و کمک هم میکنه امی که ما میگیم یک وزیر یا یک آدمی که با یک میلیارد افغانی حدود یک میلیارد افغانی متهم است به میز محاکمه میره به این معنی که درجه حاکمیت قانون بلند رفته ما توانستیم که آدم به میز محاکمه بریم دلیم. بر اندازه که در جامعه شما شاهد قانون ناپذیری باشین او زمان میتونید بگوین که حاکمیت قانون پایانی گوش به زنگ رهبری حکومت بوده در موارد آقای مصباح میگن و مداخله بسیار صورت گرفته و این کار شما را لنگ ساخته ساران ولی را از مسیر اصلیش منحرف ساخته چندین پرونده است که با حمایت کلانای افغانستان اینا بررسی نشدن تکبیل نشدن یک مثالش علیپور مثال دیگه ایش مثال دیگه ساران والکرام مثال دیگه دیگه هم داریم زمره پیکان و غیره ما بازم می میخواییم همی صحبت بیشتر خودش ما نمیخواییم که خدای ناخواسته مطلق بیم سر حرف مصباح سایی و مصباح سایی رد بکنم ایرا ای, 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 ای نه ای اجازه را به خاطر میتونم و نمیخوایم به از اینکه همین نقد و انتقاد و نظارت است که ما را میتونه اصلاح بسازه و ولی ای هم شده نمیتونه که یک قضیه برد. یا یک مورد سبب شود که ما صدها مورد دیگر را زیر سوال از او بریم و کاملا خود بگیم که ناکام هستیم و پیش نریم من ما پیشتر هم عرض کردم اگر شما موردی صحبت بکنین سر نادا کدام نهاد به چه اندازه کار خود پیش برده مصباح صاحب به یک حقوقدان که از تمام صلاحیت‌ها و وظایف نهادا آگاهی دارن میتونم اینجا خدمت شما عرض بکنم شما ببینین کشف است مستندسازی است کشف است تحقیق است تعقیب است محاکمه است سارنوالی صلاحیت نظارتی را که در گذشته داشت آل نداره اول قضیه صاحی کشفش تحقیق میشه تکمیل میشه بعد از اون میاد که من نمیخوام بس اختصاص داشته شم اما در این مواردی هم شما یاد کردین یک یک سارنوالی در تمام از اجراات خود قرنی انجام داده پاسخگو هستیم برای ملت افغانستان در این زمینه بس مهمی است که بسیار. من دوباره میام رسولی شما میپرسم مسپاس امروز سخنان لوی سارنوال تازه یا سرپرست لوی سارنوالی را حتما وعده های داد برای ادامه کار و پیش برد امور در لوی سارنوالی نزدیک بودن به واقعیت خب ممکن است بحث اساسی ده ای است که تا چه حد اینا مستقلانه عمل میکنه و تا چه حد ارادهش سیاسی است وعده را که داده ای در حقیقت مکلفیت هایشان است در خصوص اصلاحات بیشتر خو یک مسئله برشان مهم است که کار کرده را که حمیدی صاحب کرده من فکر میکنم اگر به تعقیب از او امو بخش بیشتر وسعت بته ولی عملیش بسازه و باز هم تاکید مسار کیفیت کار است و کار با کیفیت کار به پیش بره ما فکر میکنم که بسیار برش مهم است این بحثی که یعنی تاکید میکنم که لوی سارنگال قبلی در مسائل اصلاحات در مسائل داخلی بسیار برنامه های خوبی داشت خصوصا مستراتیجی هایی را که طرح کرده بود فقط با مو وسط داده شده و در پهلوی ازی این مسئله بسیار مهمی است که اینا در رابطه به مساوات و با وجود که شفافیت در کارها هنوز خوب است ولی از این بعد با هم امید دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است که مکانیزمش بیشتر شفاف شود و بیشتر واضح شود و مردم دسترسی داشته باشد و در مدیریت قضایا بسیار مهم است همی کیس سیستم که شما از این آقای کلیم خب از دور آشناستیم کار, کار کرده در دا وزارت عدلیه کار کرده تحصیلات داره مم. تجربه داره در دا عرصه ما فکر میکنم بله ما یقین دارم که یادم شخص مناسب است برای از این موقف ولی تحت نظارت ما است جدا اگر خدا نخواسته کار نادرست کرد ما تشکر. صدا بلند میکنم سپاسگزار یک پلان 100 روزه ساخته ظاهرا سرپرست لوی سارن سرپرست تازه آقای رسولی از چی شروع میکنه؟ در کل چیزی را که محتوای پلان شکل میده مصوبت هایشان هم نشان میداد که آنچه را که در دوران قبلی توسط آقای امیدی صورت گرفته در صورتی که مع... یک اگر میشه در صورتی که مؤثر بوده باشه او بخشا تقویت خواد شد و جایایی که اقدامات اضافی بوده یا نتیجه نداده در او قسمت تجدید نظر صورت خواهد گرفت و در این زمان ممیزاتی را که خود آقای کلیم داره بله. با توجه به چند مورد خاص همه هم کارا را در سارامالی افغانستان امیدوار ساخته آه 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 کار در نادای ملی و بین ملی تحصیلات در سطح ملی و بین ملی و همچنان تجربه اختصاصی در بخش عدلی ای امید همکارای ما را در سارنوالی نسبت به گذشته چند برابر افزایش داده درست. و امیدوار هستیم با برنامه صد روزه که محتوایشه اصلاحات ساختاری و اصلاحات منابع در سارنوالی شکل میده در این زمان نظارت جدی از سارنوالا در قسمت تطبیق قانون بحث مبارزه با فساد افزایش درجه حاکمیت قانون و ایجاد اموانگی چی با از طریق ایجاد میکانیزم باشه و چه هم از طریق تهیه و ترتیب طرز که تحصیل به بخش اقدامات دو سوال بسیار کوتاه شهردار کابل پرونده داره آقای رسولی در ساران ولی؟ آه، امی شهردار فیلی؟ بله. من حضور زین ندارم بخاطر معرفی از... شده به به خاطر از این میخوایم خدمت شما عرض که بله. من نمیفهمم که اگر قضیه هم باشه در کدام مرحله است آیا در ساران ولی است به مرحله است یا محکمه سرپرست فیلی وزارت داخله پرونده داره متهم است در ولایت کندهار من خدمت شما عرض کردم هم شما وقتی که با ما به خاطر برنامه صحبت کردن گفتن به خاطر همین برنامه ما شما در مورد کارای آیندی لویسان مال جدید است به من مشخص از قضا یاد نکردم اما ما این وعده را که فردا همکارای شما تماس بگیرن مشخصا در این موارد در خدمت شما و درست ولی از از مساله دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن باید خبر باشین هست چیزی امیر هم دقیق است ما قضایی قبلا هم گفتین به خبر یا ناغا نیستم سیستم داریم و دقیقه به دقیقه قضایی ها به اختیار ما قرار میگیره اما وضعیت قضیه فرق میکنه درست جناب است اس. اگر ما اینجا صحبت بکنم خدای نخواسته نشه که از طرف ما به کسی اتحام وارد شد شش ما بعد چهره لوی تغییر خواد کرد امیدوار استیم ممنون از حضور اردو مهمان در برنامه و از شما هایی که ما را دنبال کردید وقت بخیر